کانال قشتپه یکی از مهمترین پروژه های انکشافی به سطح افغانستان است. این کانال 152 متر پهنا و 8.5 متر عمق دارد. طرح ساخت این کانال سالها پیش در زمان جمهوریت سردار داوود خان آماده شده بود، اما به علتهای مختلف کار آن آغاز نشد. با گذشت تقریبا نیم قرن از طرح این برنامه، نظر به مشکلات سیاسی و امنیتی که در افغانستان وجود داشت، این پروژه عملی نشد. کار عملی این پروژه در بهار 1401 از طرف اداره انکشاف ملی آغاز شد. ساخت کانال قشتپه که ممکن سالها زمان ببرد، در 3 فاز ساخته می شود. فاز اول این کانال از ولسوالی کلدار ولایت بلخ و روی دریای آمو شروع می شود. و بطور انشالله بطور در ولسوالی آقسگه، 5 ولسوالی آقسگه براده، بزلر شپلن، بر بوشکه 20 لیترانه که فعلا من شو وقت که تقریبا اون افغانه سکر افغانه یک راق بوده بیش افغانن ساتو آلو تو ایچ اواز این کلاری که خواهد کویب کتن انشالله بو سو بارتا همه مردم انشالله بردن سیراب بولده سودان سیراب بولده تمام این کلام مشکلات زراعتی بکلی بیاری خداوند حل بولده. من سید حامد آقا، مسئول شورای مردمی ولسوالی پنجگانه آخچه. همی ولسوالی ما پایین آبترین دریای بلخ بودن. ما سالیان سال انتظاری حتی آبی آشامیدنی داشتیم گذاشته از زراعتی و ما از این پروژه به اندازه استقبال میکنیم که یعنی تا آخرین رمق حیات خود و یه یک پروژه عامل منطقه در سطح افغانستان است، نه تنها برای پنج ولسوالی ما یا تنها برای ولایت جوزجان، حتی عادی میتونه که مردم ولایت بلخ، ولایت جوزجان، ولایت فاریاب استفاده بکنن. فاز اول این کانال 8 میلیارد افغانی هزینه میبرد و این مقدار پول از بودجه ملی تامین میشود. اما بودجه فاز دوم و سوم آن از فروش معادن به ویژه معدن بلخاب تامین میشود. هزینه کلی هر سه فاز این کانال 60 میلیارد افغانی برآورد شده است. مهندسان و مسئولان امارت اسلامی هدف از ساخت این کانال بزرگ آبی را آبیاری 580 هکتار زمین گفتند. بیابانهای خشکی که ممکن با رسیدن آب با آن سطح تولیدات داخلی افغانستان را در زمینه کشاورزی افزایش دهند. دی پروژه نه که منگا خبشلو دا پروژه مخکی مغشه و این شاده که دا پروژه یا حکمت دا خدای ده که خدای با کمکو که دا دا خلق و دواه و دا دا خلق و تنده و دا دا خلق و تکلیفونه که اغشی خدای رحم کرده خدای دی خیر بر که افتاشتا که دا پروژه تا خدای وسیله کرده که انشاءالله دا پروژه مختلاره که دا هم دولت تو پوده رایی هم خلق تو پوده رایی دا دا سی او پروژه دا خدای پاکو که چه مگش پاورد دا صدور ولسوالی دی هر ولسوالی سل قدیه یا سل پندوز قدیه لدی هر قدیه دی پر مثال دولت او کوره در کوره یا ولت او کوره دا کندی روندی تغییر و کبیت دا آقا دی دا شپا بورد دعا که منگد که هر قدر تاست منگا آقا که منگا همکاره شدی این پقط آقا با قیمت بانی منگا تاست تر همکار دعا هم که هم دا پروژه دی خدای منگا تر توره تایی منا بزلر بون گوشتپه دریانم باین نگلیب بله شرکت‌لر بلند دوشاب، بله ایشلیان کارمندلر بلند دوشاب گرب دور کب خوش خورسند بول دک بول دریا کب ایشلر ایلرگی دن بله دریا اگر بارسا بلرین ایچ قلامز یکن می دی خانسلت ترکاری می وجات هم ملر می تریوان مزج. این کانال از ولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز می شود و با گذشت از دشت های حیرتان، دولت آباد و آقچه جوزجان و ولسوالی اندخوی فاریاب می رسد و در دو طرفش هزاران هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. شرکت انکشاف ملی می گوید با ساخت کانال قشتپه که
کشاورزی افغانستان مکانیزه خواهد شد. مردم ما شما چون مردم بسیار ستم دیده و رنجیده هستند، ما که میبینیم بسیار به شوق و علاقه کار میکنن و همین خود شوق و علاقه و همین انگیزی که مردم داره، ما مطمئن هستم که کار بسیار بسفرد به نتیجه میرسد. حتی ما در بسیاری جای دیدم که کار طوری است که امو کارگر که هست یا امو دریور یا امو کسی که اکسپیشن میکنه دریاره، امور اگه وقتش قیدم نکنی شاید تا ناوقتای شب هم کار کنن. این خودش اگه احساس ملی و اسلامی از این نفر نشان بده. و از زمین کم حاصل زیاد گرفته می شود. کانال قوشتپه از مسیر راه آهن حیرتان می گذرد و شرکت انکشاف ملی برنامه را روی دست دارد تا در همین ساحه دو پل نسبتاً کلان بر فراز این کانال بسازد. ما در قسمت شروع پروژه که ساختمان های انتیک، ویر و ساختمان های کنترولی را در برمیگیره یا نقطه آغازین پروژه از دریای آمو است قرار داریم. در قسمت پایداری ساختمان در بخاطر انتیک در حدود 825 پایل با عمق 25 متر در نظر گرفته شده که مداومت با پایداری از این را برای سالهای متمادی تأمین میکنه. تمام مسائل تکنیکی در این قسمت با در نظر داشته تمام کودها و معیارهای بین‌المللی در نظر گرفته شده. در قسمت پایداری ساختمان یک ساختمان پایدار مداوم خواهد بود و ساختمان‌های متمم دیگه هم داره که به شکل مرحله‌وار تطبیق خواهد شد. طوری که از محل هم دیدن کردم ایشاد شید پایدار به اندازه کافی که یعنی از حساب استفاده کنیم یا پایداری 100% تامین است، هیچ کدام تغییر وجود نداره، کدام مشکل وجود نداره. یعنی اگر تمام نقاط این منطقه زیر آب شود، مگر این سربند، این آبگیر ما بجا خواهد بود. کانال قوشتپه افغانستان را در بخش اقتصادی به خودکفایی نزدیک خواهد کرد و میزان واردات آرد، گندم و دیگر غلات کاهش می‌یابد. این فراورده ها از داخل کشور تأمین خواهد شد. وارد سو یا قندنا گویدن یا قبا دست می‌دانند یا قیاسم. این وارد سو والدمن من سو دن یقیان.